با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 24 از ماه آگست سال 2016. بله، در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمتون هستم و امروز نیست. اجازه بفرمایید که یک حکایت کوتاه بسیار زیبا و دلاویز و انسانی از سعدی برای شما بخوانم. بوستان سعدی، یکی از شاهکارهای ادبیات ایران زمین. بله، خیلی 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 نصیحت انسانی است. حقیقتا آدم حیرت میکند که این سعدی بزرگ ما چه مایه دقت نظر داشته و چه مایه انسانیت داشته. بله، میفرماید: بزارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. بزارید یعنی گریست پیش شوهرش که از این بقاله که آمد دم خونه اینجا بقالی باز کرده، از این چیزی نخریم. بزارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است و گندم نمای. جو فروشی گندم نمای یعنی آدم متقلب. گفت برو بازار، اونجا که تشکیلات عظیم هست و گندم بسیار هست و اینا، از اون بگی، از اونجا بخر. به بازار گندم فروشان گرا، که این جو فروش هست و گندم نمای. حالا من این چیز خنده‌دار میخوام خدمتتون بگم. تمدن بشر رو گندم به وجود آورد. یعنی غذای اصلی تا اونجا که ما سراغ داریم در بخش مهم جهان گندم بوده. حالا اومدن میگه نخورین، آقا گلوتون داره. گلوتون داره. کتاب هم مینویسن. پیش دکتر برید، پیش این همین چیزهای دایتیشن ها، آقا یکی از مشکلات شما اینه که گندم. آقا این چه لاتایلی است گندم؟ نخورید گندم. باش چشم. خب، به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است و گندم نمای. مولوی میگوید گر نبودی یا گر نباشد گندم محبوب نوش، چه برد گندم نمای جو فروش. خب، نز مشتری که از دهام مگس، به یک هفته رویش ندیده است کس. میگه نه مشتری نمیبینه اونجا، اما مگس، از بس مگس اونجا صورت این آقا پیدا نیست، بس در مغازش روزه نمیشه ببینیش از تعداد از ازدحام مگس. خب، زنه چیکار میکنه؟ به دلداری اون مرد صاحب نیاز، به زن گفت کی روشنایی بساز. چقدر زیبا به کار بوده روشنایی. فقط میگه ای روشنایی، یعنی ای روشنایی زندگی من، ای روشنایی دل من، ای روشنایی همه تاریکی های من. خیلی برای تحبیب زن خیلی 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 واژه زیبا به کار برده سعدی. به دلداری اون مرد صاحب نیاز، به زن گفت که ای روشنایی بساز. به امید ما کلبه اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او واگره. آقا این بیچاره به امید ما آمد اینجا. آمریکایی هم همین کارو میکنن، همینو میگوین که ما این بیزنسمن محلی رو، لوکال رو باید پشتیبانی کنیم. خیلی خیلی موافقن با این کورپوریشن های عظیم که میان و همه رو برشکست میکنن، مثل همین هوم دیپو و عرض میکنم کاسکو و اینا. من یادم میاد در همین ولی آباد ما بیشتر از شاید 30-35 تا از این چوب فروشی ها و از این عرض کنم که وسایل منزل رو میتونم برای ساختن و اینا بود. مامان پاستور که یه مردی با خانمش کرده بود اینا،
یک مرتبه این هوم دیپو پیدا شد مثل کازینو، معلوم نیست صاحبش کیست، معلوم نیست کجاست، معلوم نیست پول کجا میره، فقیر میکنه محل رو. اینا همه رو ورشکست کرد، همه رو ورشکست کرد. سعدی میگوید که این به امید ما آمده اینجا مغازه باز کرده، نمیتوانیم ما نفع از او وا بگیریم، یعنی ازش خرید نکنیم. کاریست که ما میکنیم. کجا میری؟ از ولی میرم دکون عربه. دکون عربه که آمد به خاطر که حالا یه سی شای ارزانتر، تمام مغازه های ایرانی بسیار بودن در این ولی بسته شده. سعدی این رو فهمیده، ما نفهمید. خب به دلداریون مرد صاحب نیاز، به زن گفت که ای روشنایی بساز، به امید ما کلبه اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او وا گرفت، ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر، ببخشای کانان که مرد حقن، خریدار دکان بی رونقند. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، تا حالا دیگه بقیهش هم دیگه بی خیال، اما بسیار زیباز. ببخشای کانون که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. این هم یک داستان کوتاه. خب گفت یاران موافق همه از دست شدن، در پای اجل یکان یکان پس شدن. متاسفانه ما هر روز یک روز در میون اینجا باستی بیاییم و مرگ دوستی رو گزارش کنیم به شما. و دیشب بود که من فهمیدم یک مرد هنرمند، یک انسان نازنین بزرگوار، از کنم که به قول قدما رو در نقاب خاک کشید. و اون شخص کسی نبود جز استاد محمد حیدری، دوست عزیز و قدیم. و محمد حیدری از شاگردان سبا بود، فکر میکنم از شاگردان سبا کسی بر جای نمانده جز دکتر منوچهر صادقی که ساکن همین آمریکا هستن، استاد سنتور. محمد حیدری هم یکی از آخرین کسانی است که از دست میره بعد از شاگردان سبا. و بعد هم که در واقع در این مدرسه ملی موسیقی دو کلاس سنتور بود، یکی استادش پایور بود، پایور استاد پایور کمی میشناسیم که ایشون هم از دست رفت، یکیش هم استادش محمد حیدری بود. بله، یکی از شاگردان خیلی خیلی در واقع برجسته ایشان، دوست عزیز و نازنین من، آقای اسماعیل تهرانی که استاد سنتور و استاد موسیقی هستند. و از قوت و قدرت محمد حیدری در نواختن سنتور سخن میگفتند، چند مورد مخلص میگفتن. آقای حیدری آهنگساز بودند، یعنی ذوق ساختن ملودی در ایشان بسیار قوی بود، بیشتر از 100 و اندی به قول خودشان. اینم نشون بدین لطفا با هایدن روزگار جوانی آقای حیدری، بله لطفا نشون بدین. بله حیدری جوان رو میبینیم با خانم هایده، آهنگ ها ساختن برای خانم هایده، برای خانم محسی، برای دیگران، برای خانم الهه. مردی نیک محضر و هرگز از جهان شکایتی نداشت و لطیفه های خیلی جالب میگفت. یکی از اون شوهایی است که در روزگار پیش از کودتای خمینی از این شوهای تلویزیونی باید باشه. و بس کن صداشون رو بس کنیم چه میگن. من محمد حیدری آهنگساز، امیدوارم که نوروزتون پیروز و امروزتون بهتر از دیروز باشه. هایده جان شما نمیخواین که مجددا تبریک بگیم با وجود اینکه یک دور با موزیک گفتیم؟ با
با کمال میل، من هم از صمیم قلب فرارسیدن عید سعید نوروز رو به همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و من هم آرزو میکنم که این سال نو به همتون خوش بگذره و هر روزتون نوروز باشه انشالله. بله، آقای هیدری ساکن لس آنجلس بودن، بعضی وقات هم دیداری میسر میشد. آخرین باری که ما خدمت ایشان بودیم با دوست عزیز آقای رجی از اون پناه بود و آقای هیدری سنتوری زدن و چند لطیفه هم از روزهای قدیم، روزگار قدیم میگفتن. بله، ایشون روز 23 که دیروز باشد در سن 79 سالگی فوت شدن متاسفانه. بله، یادشون به خیر باد. آقای محمد حیدری شکایت ها داشتن از وضعیت قدیم رادیو و تشکیلاتی که بهش اشاره کردم. در موضوع این کتاب پیر پرنیان اندیشه حرفای جناب آقای هوشنگ ابتهاج، بسیار به من تلفن کردن که آقا این بحث رو ادامه بدین و من قول دادم که این کتاب رو بیارم اینجا خدمت شما، همه این مقالطاتش رو، اشتباهات صریحی که درش هست اینجا ما خدمتتون بررسی کنیم. و در اون روزگار به دو گروه باج میدادن، یکی به توده‌ای ها بود یکی به آخوندا، تو سر عده میزدن و اون وطن پرستا بود. از وطن پرستا و اشد داشتن به آخوندا باج میدادن و توده‌ای دیگه، از توده‌ای دیگه بدتر دیگه من سراغ ندارم. اندیشه توده‌گری رو میگم، خیلی هم بچه های خوب و اینا رفته بودن توده‌ای شدن و بعد اومدن بیرون و اینها، اینکه رسماً خائن بود دیگه، رسماً توده یک حزب، توده حزب خائنی بود. و بسیار سالها بگذرد که عرض کنم که کتابها بیاید در خیانت حزب توده، در هر عملی که انجام میشد و ملت رو به گمراهی انداخت و آخرش منجر شد به این داستان این آخوندهای کذا و کذا، منشأش این حزب توده بود، از ترس اینا بود. وحشت عجیبی داشت این دولت سابق ایران از 4 توده فکستنی، 10 شای نمیارزیدن. بله، وضعیت رادیو در زمان ایشان محل گذر توده‌ای ها بود و اینها، و هنرمندان اصیل بسیار بسیار شاکی بودند. حالا یک کتابی هم در اومده است به نام پیر پرنیان اندیش و این سال هاست، مثل که 2-3 سالی هستیم کتاب مستطاب در آمده و تازه به دست ما رسیده. و دوست اهل هنر زنگ زد که آقا شما خواهش میکنم این کار ادامه بدین که دردها به دل همه ماست از دست این آقای ابتهاج و روزگار مدیریتش در رادیو و چه توهین ها کرده است به هنرمندان بزرگی مملکت ما. هیچ مهم نبود است که فرض بفرمایید که مردم نسبت به اکبر گلپایگانی یا حبیب‌الله خان بدیع چی فکر میکردن، چه مایه شنونده داشت و اینا، مهم بود که این آقا چه فکر میکرد. از کارخانه سیمان آمده، از کارخانه سیمان آمده شده متخصص موسیقی. هیدری هم داستان ها داشت از زبان عرض کنم دوستانش و خودش و اینها. حالا میگذاریم، عرض کنم که یک مرد محترمی آمده است و در لس آنجلس کلاس باز کرد. بله، خیلی عالی، بسیار خوب. در اونجا یکی از شاگردانش بر میخورد به فرزین، دوست عزیز من، صحبت از شاهنامه میشود، میگوید آقا ما شاهنامه شناسی میخوانیم در خدمت این استاد. گفت حالا چی یاد گرفتی؟ اینها شاهنامه، آقا شاهنامه عرفانیست، حالا بیا درستش کن.
خب جهالت هم آخر یک مرضی است دیگه. یه مرد محترمی هم چند سال پیش کتابی نوشت به نام شاهنامه، نمی‌دونم سرچشمه عرفان. آقا دست بردارین از این داستانا، برید بابا دو تا کلمه یاد بگیرین. آقا جان چه ربطی داره اپیک حماسه؟ چه کار داره به جوکیگری و روزه گرفتن و نمیدونم زیت نشستن و رو پشتمون به خورشید نگاه کردن و از این کارها؟ کار رستم نیست، کار حماسه نیست، در طبیعت حماسه نمی گنچه. یه تعاریف رو بلد نیستن آقا، تعریف این قدم اول رو نشناخته. حالا میره درس میده، میره کتاب مینویسه، همه کارا میکنه، این فهمه چه ربطی داره؟ چه ربطی داره آقا؟ اساسا شاهنامه ریشه در اوستا داره. انگیزه تحریر این کتاب برکشیدن ایران زمین، هنرهای ایرانیان، پهلوانیهای ایرانیان، بزرگواریهای ایرانیان، اخلاق ایرانیان، بدون تعصب، با یک بزرگواری حکیمانه که هرگز در هیچ کدام یک از شعرهای ما نیست، که نیست. این مایه حکمت و بلند نظری که در حکیم ابوالقاسم فردوسی هست در هیچ یک از این شعرهای ما نیست، به این پایه مایه نیست. برید نگاه کنید ابیات شاهنامه و شیوه برخورد این استاد با انسان و طبیعت و دین، ببینید چه بزرگواری است این مرد. باری برای زنده کردن این فرهنگ و خلاصه خاطره پهلوانان و نگهداری از زوال این فرهنگ قدیم و اصیل، این استاد به میدان آمده و تنها کسی است که توفیق یافته. صدها تن دیگر هم آمدن و هیچ توفیقی نیافتن. باری در اوستاست. شاهنامه ریشه در اوستا دارد. از همون بیت نخستین که می‌فرماید به نام خداوند جان و خرد، شما می‌توانید دریابید که به چه چیزی نظر دارد. از این برتر اندیشه بر نگذرد. عذر می‌خوام. عرفان، اونچه عرفان گفته می شود یا تصوف ایرانی است، این ریشه در آیین بودایی و زروانی و گنوسی و همه اینها دارد، اما نه در آیین زردشت و از اون هیچ، چون اینها دو چیز جداگانه هستند. در این عرفان و این تصدف، جسم به عالم تاریکی و روح به عالم نور تعلق دارد و در واقع روح آمده و در این جسم ناپاک که به عالم ظلمت چیز دارد، که در عقاید مانی هم همینطور بوده است، تلاشی برای بیرون رفت از این تختبند تن دارد و وقتی رها بشود و اعلی علیین می رود و عرض می کنم که بله، گفت از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زد. نامی یعنی نموف کننده، رشدنی یعنی درختان گیاهان، یعنی از جماد تبدیل شدم به نبات. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. یعنی خب بعد از اینکه به گیاه تبدیل شدم، بعد تبدیل به حیوان شدم، بعد از حیوان آدم شدم، مردم از حیوانی آدم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. بله مرتب ترقی میکنم تا برسم به وجود او، در وجود حق مستحیل بشم. بله. و مایه اصلیه این گونه فلسفه تصوف و اینها
اینا از اسکندرانی های جدید هست، به خصوص پلوتینوس. و این اندیشه کمتر از ذره نی پس مشو امه ببرز تا به خلوتگه خورشید رسید رقص کنان، همونه، هم کل فلسفه آقای پلوتینوس هست که میگوید خلقت اتفاق افتاد، نه اینکه خدا تصمیم میگرفت که خلق بکند، بلکه به جهت اینکه جزء ذاتش بود، مثل خورشید که نمیتواند جهان را منور نکند، خدا هم نمیتواند خلق نکند، چون خلقت جزء ذاتش است و مرتب این در حال اتفاق است و انسان یک ذره‌ای بوده است که از این منبع خلقت جدا شده است و وارد سیر صعود و نزول شده، در واقع نزول و صعود در این کرویات نزول آمده و به شکل انسان در آمده است و در این بدن گرفتار شده است و بعد میلی دارد، تمایلی دارد برای بازگشت سر و کمشه اصلی و وارد سیر نزعودی می شود با نیروی عشق، با نیروی عشق، بله، و بعد می رود تا سرانجام برگردد به جای نخستین خود. و عرض کنم که این جهان جای پستیست، نزد متصوفین این دنیا جای پستیست، بله، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم و این غالب تن هم به تاریکی ها دنیای ظلمت متعلق است و اینها، و این رو بایستی خار کرد، این بدن رو زار کرد، چیزهای خوشمزه بهش نداد، نمیدونم چه کرد و فنها، اگر بشود 40 روز چله نشینی کرد و با یک بادوم زندگی کرد و بعد روزه گرفت و نمیدونم حرفا، که همه اینها مایه مسخره است در آینه زرتشت، مایه خنده است اونجا، کسی که روزه میگرفته بهش آشموق میگفتن، آشموق، آشموق یعنی یکی از این دیوهایی که وسوسه میکند و مردم رو به جان هم میاندازد و مقدس جایی است که و عبادتگاه جایی است که انسان خانواده را تشکیل میدهد و مزارع را توسعه میدهد و گله اسبان را توسعه میدهد و احشام را توسعه میدهد و دنیا را آباد میکند و کار میکند. کسی که روزه میگرفت با این حرف نمیزدن، میگفتن که این مردک بیار نشسته اینجا، افتاده اینجا، غذا نمیخوره، باز کسی بخواد کار بکنه نیازمند این است که نیرو داشته باشه و نیرو انرژی هم از غذا میگیره و این آقا افتاده اینجا مفتخوری میکنه و اینها، آشموق میگفتن، آشموق. هیچ گونه ارتباطی کتاب حکیم ابوالقاسم فردوسی، نه تنها حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه های جهان بنابر طبیعت حماسه با جوکیگری و عرفان و مبهم حرف زدن و عرض میکنم اینجور حرفا هیچ ارتباطی نداره. خب این آقایون وقتی نمیدونن، نمیدونن دیگه چیکارش باید کرد. هفخان رستم این همون هفت شهر عشق است. آقا برو دنبال کار زندگی، این چه حرفایی میزنی؟ متاسفانه قرصی نساختن هنوز که آدم جاهل یکی بندازه و دانا بشه. خیلی خوب میشه دا یه نسخه بنویسه آقای دکتر، من هم خودم جاهلم هم بابام، اگه میشه 4 تا قرص برای من بنویس، 30 تا برای من بنویس، 30 تا برای بابام، نه 60 تا برای بابام. اینا هر پدیده‌ای داره یک تعریفی است، یک تاریخی است، یک چیزی است. آقا حماسه چه ربطی داره به این داستان گرایش به لاهوت و عرض می‌کنن که خار انگاشتن این دنیا و اینها؟ و اون یکی آقای مصحح شاهنامه که ای کاش این مرد نزدیک نمی‌شد و آلمان نمی‌رفت و این کارو نمی‌کرد، این کتاب رو خراب نمی‌کرد،
میگوید این رستم که پهلوان نبوده که این پرخوری میکرده. خیال میکند که پرخوری مثلا خوردن چیز بدی است. آقا شادخاری یکی از اون چیزهایی است که در شاهنامه که چرس کنم اصولا در اون نسبت اون روزگار قدیم که نصر اون روزگار رو نگاه میکنید حسن که وزیر مثلا به قلم بیهقی اون یکی از دشمنانش که حضور داشته میگوید که ای خواجه چه مایه احترام کنید در حق این قرمتی که او را بباید کشتن. یه همچین چیزی است، این نیست. میگوید من قرمتی ندانم چه باشد، اما من وزیر بودم، این کسی که به من اینجا توهین میکند در درگاه من ایستاده و در مدح من شعر گفته، من چنین کردم و چنان کردم و جهان خوردم. میگوید و جهان خوردم. و در پایان داستان ضحاک میگوید نشستند آزادگان شاد کام، گرفتند هر یک ضیاغوت جام، به شادی یکی مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. یعنی در این جشن، در جشن پایان چیز جنران ضحاک، برای در واقع به خاطر این جشن اینها تناسانی می کردن و می خوردند. و این رو عرض میکنم که بعدها که همین داستان جوکیگری و دین و فلان الفقر و فخری و این داستان ها شد، این است که این کم خوردن و اینا مثل که یک فضیلتی شد، روزه گرفتن و چله نشستن و از اینجور کارها. اینا کارها آقا، این کارها در شاهنامه نیست، از طبیعت حماسه به دور است. از طبیعت حماسه که به معنای تلاش بی اندازه هست به دور است. جوکیگری و روزگیری و عرض میکنم که نماز و مسجد رفتن از این داستان ها نیست. این است که خواهش میکنم این یکی رو معاف کنید، خواهش میکنم این یکی رو از دایره فضل خودتون معاف کنید و این حکیم رو خدا ببخشید، تو رو حضرت عباس بی دستی از این حرفا نزن. خب اجازه بدید که ما از امیر خواهش کنیم که آهنگی، شاید چیزی از آقای زنده نام زنده یاد محمد حیدری، شاید آهنگی چیزی در دسترس باشد. هایده بسیار خوب پخش کنید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، نکته ای در ارتباط با همین داستان عرفان و نمیدونم شاهنامه و اینها عرض میکنم خدمتون که در آیین زرتشت در واقع روح مقابل جسم نیست. روح و جسم در کنار هم هستن، اون چه در تقابل هستن با هم خیر و شر است. خیر و شر، خیر و شر، انگر مینو سپنتو مینو. این است که و این عرفان و این تصوف که در بابش صحبت میکنیم و اتفاقاً یک چهار سی دی با به سال 2015 سال پیش اینجا منتشر کردیم برای آشنایی هموطنان با مبانی و مبادی تصوف. و این چند هفته اخیر فکر کردم که
وقت آن است که بزرگان متصرفین رو معرفی بکنیم و از مولانا شروع کنیم. فکر میکنم یک یا دو سیدی خواهد بود معرفی مولانا جلال الدین بلخی رومی و اشاره به آثار او، مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی. شمس تبریزی دیوانی نداشت، اون چه منسوب است به غزلیات شمس، غزلهای مولاناست. شمس شاعر نبود و فعلا روی بیوگرافی این مرد یک مرور می کنیم و بعد سعی کنیم اینها رو روی سی دی ضبط کنیم. یک هموطن بزرگواری که از پشتیبانان برنامه سرزمین جاوید هم هستن زنگ زدن که آقا در با یک صحبتی شما در باره اسب‌های ایران کردید. حالا این صحبت رو من فکر کنم حدود سال 2000 و اینا کسی سوال کرد، ما هم جواب دادیم و اینها، یا یه برنامه مستقل بود به درستی این مطلبش یادم نیست، اما یه بحثی شد در باب فرق بین اسبای ایرانی و اسبای عربی، نژاد شناسی اسبای عربی ایرانی. گفتن که یک بار دیگر در این باب صحبت کنید اگه میشه دوشنبه. عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید بندکی صبر داشته باشید. چشم، بنده برمیگردم نگاه میکنم به این مطلب و خدمتتون در این باب صحبت میکنیم. در باب چون اسب خیلی 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 مهم بوده در همه تمدن ها، به ویژه در تمدن ایران و اسبای ایرانی، عرض کنم که بسیار مشهور بودن. و خشایارشا وقتی لشکر کشید به یونان، از تمام این ممالک که میگذشت میگفت اسباشون بیاورید و با اسبهای نسایی مسابقه بدهن، و هیچ کدوم از اینها اسبهای نسایی رو نتوانستن شکست بدن. تیزروترین اسبها اسبهای ایران بودن. نسایی که میگوید گمان من این است که اسبهای، عرض کنم که طرفهای گرگان و تبار آخالتکه باستی باشد که هنوزم هستن خوشبختانه، و اینها به قدر مهم بودن که چینی ها می آمدن حمله می کردن که از این اسبا بدزدن. و اسب اسکندر کبیر و اسب تیمور لنگ، ولی اون عربی سلون داری نشون میدی، ولی یه اسب عربی نشون میدی، همین اسب عربی بود، نشونش بدین لطفا. عوض شد خیلی، ولی و نسا که میگوید چند محل به نام به این نام شناخته میشه در ایران، اما مخصوص این ناحیه گرگان و اون سو بوده است. بله بله، این از عربی است، از این قوس روی چیز پیشانیش نشان میدهد که از عربی است. و عرض کردم که دارای اسب عربی تفاوتش با سایر اسبا این است که دارای 16 دنده است، در اسبای ایران به جای دیگر 17 دنده داره. حالا این های بحث های فنی راجع به این اسب عربی است، به اندازه زیباست، زیباترین، یکی از زیباترین موجودات روی زمین این اسب است، به خصوص اسبای عربی که البته اینها رو میگویند از ایران گرفتن و اینها، نه، یک نژاد است در اونجا در یمن بود است، بعد گرفتن به اینا مشهور شده است و اینها. خب یک کتاب اینجا ما داریم، خاطرات حاج سیاه. این حاج سیاه، ببینید این مرد ملا در زندان، ببینید قول و زنجیر به پاش بیچاره، اینا در زمان ناصرالدین شاه است. و هر کسی وارد بشود به تاریخ ایران در این دوره ناصری و قبلش، دوران محمد شاه و فتحعلی شاه و این همه تلاش های واقعا جانفشانه
جانفشانانه که برای آزادی شد و برای حاکمیت ملت شد و این تلاش ها به هیچ جا نرسید، خون از دیدگان فرو می ریزد که آقا چه شد؟ چه شد این همه تلاش ها؟ چه شد این همه پیکار ها؟ چه شد این همه خون آزادگان؟ چه خیانت ها شد به این مردم در کار ابطال قانون؟ چه خیانت ها شد به مردم در کار بستن روزنامه ها؟ چه خیانت ها شد به مردم در بستن مجلس؟ در چه خیانت ها شد به این ملت در آوردن این آخوند ها؟ این آخوند ها رو قبلی آوردن، تمام مقدمات رو آماده فرمودن و گفتن آخوند بفرمایید، بفرمایید این مسند شاهی بفرمایید، اونجا پادشاهی کنید، بفرمایید پادشاهی کنی، ای آخوند گدای رزم، ای نمیدونم خمس و زکات بگیر، بیا بنشین و وقت توست که تو شاهی کنی. بله، این مرد ملا جانگردی میکرده. چه مرد روشن فکری، چه مرد روشن فکری. یک بخشی دیدم از این مرد که رفته به وقتی که توپ بستن به مجلس ملی و کشتن میرزا جهانگیر خان رو و ملک المتکلمین رو و دیگر آزادی خان تعدادش رو شکم پاره کردن و آزادی خان گریختن و مشروطه برچیده شد، فقط تبریز بود که اون پرچم رو نگه داشته بود، ستار خان و باقر خان رو عرض بکنم که مجاهدان تبریز و سایر آزادی خواهان گریزان شدن اینجا از ترس جانشان. سرانجام این بابا رو پیدا کردن، های سیار رو، که آقا تو رو خدا بیا برو بختیاری و اونجا سردار اسعد و سمسام سلطنه بگو سرنوشت ایران امروز در دست شماست، بیاین و ملت رو از شر این محمد علی میرزا و این استبداد منحوس 2000 ساله راحت بکنن. و این مرد رفته و شعرش رو نوشته و بسیار دلاویز و زیبا هست، خیلی خیلی جالب. متاسفانه وقت خوندنش رو نداریم، اما من چند سطر میخونم، هرچه باقی مان در یک جلسه دیگر برای شما خواهم خواند. بله، میگوید مسافرت من به بختیاری و تشویق سردار اسد برای حرکت به طرف تهران. اینا چیزهاییست ما باید بدانیم، حتما باید بدانیم، باید بدانیم ما چگونه ما شدیم، ما چگونه به این چاه افتادیم. عکس روی تو چو در آینه ماه افتاد، آخه گفتن عکس خمینی در ماه دیده شده، یه غزلی ما گفته بودیم اینطور شروع شد، بقیه‌اش هم یادم نیست. عکس روی تو چو در آینه ماه افتاد، ملت از چاله برون آمد و در چاه افتاد. بقیش هم یادم نیست، طلبتون. خب یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. میگوید مجاهدین رشت انتظار حرکت ایل بختیاری به طرف تهران را داشتند و ایل بختیاری هم منتظر حرکت سردار اسد به طرف اصفهان بودند و هر قدر در حرکت ایل بختیاری تأخیر میشد بر یأس مردم افسوده میگشت. وقت نداریم متاسفانه که بخوانیم، در فرصت دیگر این داستان رو من میخوانم. یک جا میگوید برای اینکه من امتحان کنم ببینم این سواران محکم هستن یا نه، یکی از این سواران رو صدا کردم، من روی عرابه بودم، گفتم بیا اینجا ببینم. آقا اومد، تفنگش به دوشش بود، گفتم که ببین من معممم، سید اولاد پیغمبرم، 6 بار حج رفتم، 8 بار کربلا رفتم، اینا اگه خان بگه منو بکشی چی کار میکنی؟ گفت وقتی به اون میکشمه اوام میخورم باز، گفت میکشمه. گفت من فهمیدم که این سپاه دارای در واقع یک نظمیست و یک انضباطیست و پیروز میشه. وقت ما در اینجا به پایان رسید، با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر گرامی. بعد از این برنامه منتظر باشید
آقای توفیقی دوست عزیز این اواخر یک روز دیدم و گفتم امروز چه داریم؟ گفتن امروز آقای حیدری تشریف میارن، ضبط های تازه دارد از دوست از دست رفته ما آقای محمد حیدری، به شما نشان خواهند داد، برنامه ایشان را حتما ببینید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.